خیلی خوش آمدید آقای اتابکی. با یه پرسش کلی میخوام گفتگو را آغاز بکنم. با توجه به دانش و حافظه تاریخی خوبی که دارید، چقدر شخصیت و عملکرد رهبران کشورهای ابرقدرتی مثل آمریکا میتونه تاثیرگذار باشه در اینکه کشورها یا گروهایی که به دنبال جاه طلبی و کشورگشایی هستن مثل الان روسیه، یک اقدام عملی در ارتباط با جاه طلبی هاشون انجام بدن؟ به عنوان مثال از زمان روی کار آمدن بایدن به هر حال دیدیم که افغانستان به دست طالبان افتاده، ایران به دنبال امتیاز گرفتن بیشتر هست و تا حدی هم خواسته هاش رو جلو برده، الان هم بحران روسیه و اوکراین. نظر شما چه هست؟ خب اجازه بگید بگم که مطمئنن تاثیرگذار یک شخصیت فرهمند، یک شخصیت تاثیرگذار وقتی که در واشنگتن به قدرت میرسه میتونه تصمیم های بسیار بسیار تعیین کننده داشته باشه. اما به نقد آنچه که ما در حال حاضر میتونیم رصد بکنیم این که در واشنگتن یک وفاق ملی برای یک تقابل بسیار بسیار گسترده با روسیه نه از طرف جمهوری خواها و نه از طرف دموکرات ها وجود نداره. نه کنگره نه سنا پشت آقای بایدن نخواهند ایستاد اگر ایشون فرمان جنگ بده. بنابراین آنچه که برای بایدن میمونه به عنوان یک رئیس جمهور نه چندان در حقیقت اهل عمل اینه که تهدیدهای خودش رو محدود بکنه به حوزه اقتصادی و در کنار اون تقویت بنیه نظامی ناتو که اگر فرصت باشه درباره اون هم اشاره خواهم کرد. خواهش میکنم اگه فرصت بود حتما ادامه میدیم. سازمان های اطلاعاتی غربی اومدن از وقوع جنگ در چند روز آینده خبر دادن. بایدن هم در تماس با پوتین هشدار داده که جوابی سریع و قاطع خواهد داد. منظور از این جواب آیا همون تحریم هایی که در ارتباط باش صحبت میشه یا باید انتظار اقدام سریع و قاطع نظامی هم داشته باشیم به نظرتون؟ تحریم ها به جای خودش باقی، اما در کنار تحریم ها در حقیقت تقویت بنیه نظامی ناتو مد نظره، یعنی استقرار تسهیلات نظامی در کشورهای عضو ناتو، عضویت محتمل کشورهایی مثل فنلاند یا سوئد که میتونن در حقیقت زمینه رو برای تقویت ناتو آماده کنن. و همینطور اگر اشاره بخوام بکنم اینه که ما کشورهایی رو داریم که در قفقاز هستن و از طرح امنی ناتو برای همکاری زمان صلح استقبال کردن و ناتو میتونه در حقیقت این کشورها رو هم برای این طرح امنیت برای زمان صلح، همکاری برای زمان صلح آماده کنه، کشورهایی مثل گرجستان، مثل آذربایجان و از این دست. یعنی شاهد هیچ اقدامی به تنهایی از و مستقل از سوی آمریکا مسلما نخواهیم بود در ارتباط با روسیه؟ بدون تردید نخواهیم بود. نه اتحادیه اروپا، نه ایالات متحده آمریکا وارد جنگ نخواهند شد. همین رپرپاهایی هم که ما میشنیم، همین گفتگوهایی هم که امروز میان سران دو کشور صورت گرفته، میان رؤسای جمهور دو کشور و همینطور وزرای امور خارجه، نشانه اینه که هر دو طرف همچنان دارن گزینه در حقیقت دیپلماسی رو به عنوان گزینه بسیار بسیار مطرح روش تکیه میکنند. از طرفی اگر این جنگ به هر حال بین روسیه و اوکراین در بگیره، فکر میکنید تأثیرش بر کشورهای منطقه و کشورهای اروپایی چه خواهد بود؟ خب بسیاری از این کشورهای اروپایی دوباره نظر میکنن رو بنیه نظامی ناتو و روی نقش ایالات متحده امریکا در اروپا که آیا تا چه اندازه میشه روی امریکا حساب کرد و آیا باید مستقل از امریکا به بنیه نظامی ناتو در حقیقت کمک کرد یا نه، و اگر قرار کمک کنیم چگونه باید کمک کنیم، این به جد مطرح میشه. از طرف دیگه وقتی نگاه کنیم از منظر اوکراین نگاه کنیم، ببینیم که اوکراین در وضعیتی قرار گرفته که این حرکات ایزایی که روسیه داره در حقیقت کشور رو از سه جهت در محاصره قرار گرفته، بسیاری از مردم رو در حقیقت نگران میکنه که آینده حکومت فعلی اوکراین چه خواهد بود. همینجا اشاره کنم که من یک همسنگی بین موضعی که آقای رئیس جمهور آقای اوکراین آقای زلنسکی گرفته و همینجور آقای پوتین میبینم. هر دو کشور دارن تلاش میکنن بگن که رپرپی جنگ رو ما نادیده میگیریم، هنوز برای جنگ فاصله داریم، از مردم میخوان که آسوده باشن، در امنیت باشن و تلاش میکنن که در حقیقت به نوعی آنچه که آقای پوتین اشاره کرده این های و هوی جنگ رو به عهده تریبون های تبلیغاتی غرب بیاندازن.
تشکر میکنم تورج اتابکی، پژوهشگر ارشد پژوهشکده بین المللی تاریخ اجتماعی از آمستردام هلند همراه ما. ممنونم.